سلام دوستان عزیز، وقتتون بخیر. حجت هستم. امروز قراره در مورد فرم D160 صحبت بکنیم، یه فرم خیلی مهم که بک‌گراند چکی که سفارت انجام میده واسه شما بر اساس اون فرم هستش و باید اطلاعاتی که واردش میکنید بسیار دقیق باشه. این فرم رو معمولا شما میتونید تا 3 روز مونده به سفارت هم پر بکنید. بچه ها تو بازه یک زمانی کمتر هم پر کردن، مشکلی پیش نیومده، یعنی خیلی استرس نداشته باشید که من مثلا چجوری پرش بکنم و اینا. ولی یه سری نکات ریزی داره که وقتی پر کردنش باید حتما رعایت بکنید و حتما حتما در نظر داشته باشید که هیچ گونه شبهه‌ای نباید در پر کردن فرم وجود داشته باشه. فکر نکنید اگر بعضی نکات مهم رو ننویسید، اگر فکر میکنید نکته حساسی هستش توی فرم مثلا اسکیپ کنید ننویسینش، اونا نمیفهمن. در واقع فرم D160 یه بک‌گراند چکی هستش که صداقت شما رو هم نشون میده، چون اصلا خود سفارت و کیس شما بر اساس همین فرم D160 و تصمیمی که میگیرن راجع به این فرم در واقع تصمیم گیری میشه که ویزا بهتون درجا بدن، ویزاتون بره تو پروسه کلیرنس یا ریجکت بشین. بنابراین این خودش سند صداقت شماست، چون به هر حال اونا یه اسم شما رو بزنن، اسم پدر مادرتون رو بزنن، کل اطلاعات شما رو دارن. از کجا دارن و چه جوری دارن واقعا نمیدونم، ولی اینو مطمئنم من که اونا وقتی شما مشخصاتتون رو وارد میکنین، اسمتون، اسم فامیلتون، اسم پدر، اینا شغل پدر و اینا کامل اطلاعات شما رو میتونن به دست بیارن. حالا میگم از کجا اینا رو واقعا هیچ کسی نمیدونه، جعب سیاه هستش، ولی هیچ چیزی پوشیده نیست بهشون، همه چیز رو میدونن و فقط شما این فرم D160 رو پر میکنی که مثلا بگه آره من صادق بودم با این قضیه. و حالا اگر هم چیزی بوده که شما مثلا نتونستید ببینید، من خودم بهتون توضیح میدم، یا اگه شبهه‌ای وجود داشته خودم اومدم واسهتون توضیح دادم. کلا ویزا بچا وقتی که واسه سفارت میگیرین جداست، D160 جداست. یعنی وقتی شما میخواین برین سفارت، شما به صورت جداگانه توی سایت جداگانه وقت سفارت میگیری، D160 رو جداگانه پر میکنی. خب کلا 2 تا سایت متفاوته، فقط باید این فرم رو داشته باشی. خب یعنی حتی شما میتونی بدون پر کردن فرم D160 هم وقت سفارت بگیری، اما وقتی میری روز سفارت اونجا باید مثلا 3 روز قبلش، در دیگه حداکثر 3 روز قبلش، حداقل 3 روز قبلش دیگه فرستاده باشی فرم D160. بریم فرم D160 رو ببینیم کدوم سایت هستش و یه سری توضیحات میدم مهم راجع به پر کردن خود فرم، که بریم با هم دیگه اونو داشته باشیم. خب میرین تو گوگل، خیلی راحت ترش میکنین فرم DS160، واسه تون یه سری ریزالت میاره. این قسمت اینجا CEA.state.government.gov میزنید، اونجا واسه تون یه همچی صفحه رو باز میکنه، US Department of State، خب Consular Electronic Application Center. شما اینجا قسمت اول میای اینجا انتخاب میکنی که کدوم سفارت میخوای بری. سفارت هایی واسه ایرانی ها هستی که همین ارمنیا، ایروان هستش، یه دونه هم داریم United Arab Emirates. دو تا حالت داره، شما دبی رو انتخاب میکنی، ابوظبی رو نمیزنی، ابو دبی رو نمیزنی، اینجا قسمت دبی رو انتخاب میکنی. و ترکی هم که حالا دیگه استانبول یا آنکارا، که معمولا بچه ها میرن آنکارا. پاکستان هم که تازگی ها اضافه شده، بذاریم پیداش کنم. عراق هم من دیدم، اربیل عراق هم بعضی بچه ها میرن دیگه. پاکستان MNOP اینا هاش، که اسلام آباد یا کراچی، این دوتا رو هم شما آپشناتون دارید، میتونید انتخاب بکنید. حالا فرض کنیم ما همون ارمنیا یا ایروان رو انتخاب کنیم. اینجا خب وقتی میزنینش، اینجا میگه انتر د کد، چه کد سختی هم داده، GDNOKYH. خب واسه بار اول که میخواین وارد بشین بچه ها، خب میان استارت ان اپلیکیشن رو میزنید، واسه دفعات بعدی ریتریو میزنید، ریتریو ان اپلیکیشن. یادتون باشه حتما حتما واسه اولین باری که وارد میشین، دو صفحه اول D160 رو همونجوری که الان ما پر میکنیم با هم دیگه، باید اونجا پر بکنید، یادتون نره. پس اگه دو صفحه اول D160 رو پر نکنید، میپره این اطلاعاتتون، این هر دفعه با دوباره بیان اطلاعات وارد بکنید. خب اینو وارد کردی، این عکس هم میتونی بعدا وارد کنی، مشکلی نداره. اما خب یه سری
خود استاندارد گایدلاین داره که اینجا که خودش اومده توضیح داده شما هر عکاسی که برید اگه مثلا بهش بگید آقا من میخوام اینجا دقیقاً اینجا اطلاعاتشو مثلا بهش بگید آقا میخوام در این ابعاد باشه بهتون میده، یعنی عکس اونجوری میگیرید و میذارید داخلش. عکس هم معمولا گفته آقا مثلا تو 6 ماه گذشته باید گرفته شده باشه، مهم نیست. مثلا من خودم عکسی که بردم سفارت بکنم مالی یه سال قبلش بود، مشکلی هم پیش نیومد. خب اوکی، میایم اینجا ارمنیا ایروان کد زدیم، میریم اینجا استارت ان اپلیکیشن. اینجا رو که میزنی خب اینجا دیگه میاد اینجا میگه که آقا یه ذریم نمیدونم فراد ان ابیوز اکت نوتیسا رو داره که شما اونجا آی اگری رو میزنی. این کد بچه این کد رو حتما یادداشت کنید، این یور اپلیکیشن آی دی، خب که وقتی دوباره میخواین ریتریوش کنید دفعات بعدی برگردید از این کد استفاده میکنید و چی و یه سری سکیوریتی کوشن هایی که اینجا از شما میپرسه. مثلا گفته what is the given name of your mother's mother، مثلا آقا من اگه بخوام اسم آموزای خودم رو وارد کنم اسمش هست مثلا جیران، خیلی هم اسم با کلاسی داره اینو میزنی جیران سال اولی، مثلا میری داخلش اوکی. خب اینجا بچه‌ها این دیگه فرم دیگه سرش هست، هیچ چیز شاخ و دمداری هم نیست، خیلی هم آسونه. اینجا قسمت اول بعد فوتو بعد ریویو و آخر ساین، تمام همینه. اینم اپلیکیشن آی دی شماست اوکی، این اپلیکیشن آی دی شماست و میگم اصلا پروسه سختی نیست، این اصلا فکر نکنید چیز سختیه که شاخ و دمدار قشنگ، میگم این چیز کاملا معمولیه، فقط باید با دقت با حوصله پرش کنید بدون استرسی و بدون هیچ گونه شبهه‌ای. حتما هم میگم اول که به شما گفتم دو صفحه اولو پر کنید، منظورم اینجاست، ببینید پرسونال 1 پرسونال 2 حتما باید این دو تا صفحه رو اطلاعاتش رو وارد بکنید. خب اینجا قسمت اول سر نیم فامیلیتون رو می‌نویسید، گیون نیم اسمتون رو می‌نویسید، بعد اینجا مثلا گفته آقا فول نیمتون رو توی نیتیو الفابت هم فارسی گفته بنویسید، اگه بزنید داز نات اپلای هم اوکیه، ولی فارسی اگه تونستید اینجا واردش می‌کنید. اینجا هم گفته آقا اگر پاسپورتتون این گیون نیم شامل نمیشه گفته آقا اینتر کنید FFNU، چون واسه بعضی کشورها اینجوری هست، حالا ما داریم دیگه. خب اینجا بس میزنید دو تا رو میزنید، اینجا فقط میخواد چک کنه که آقا اسمی که اینجا وارد میکنید با پاسپورتتون مطابقت داره یا نه، چون تو پاسپورت ما ایرانی دیگه فارسی اسممون، هم انگلیسی هم فارسی، اینجا فارسی اسمتون رو وارد میکنیم. بعد اینجا آقا گفته آقا اسم قبلا اسم دیگه داشتید یا نه، که اگه مثلا اسمتون عوض کردید حتما میزنید اونو، مثلا اگه یه سی یا نو هر دفعه همش انتخاب میکنیم و بذاریم من اینو وارد کنم، مثلا خوشی نمیدونم اینم بردی و فول نیم هم توی نیتیم، حالا من چیز ندارم دیگه این داز نات اپلای رو میزنم فعلا چون من کیبوردم فارسی نیستش. بعد اینم که گفتم آدر نیم گفته دو یو هاف ا تلکد دت ریپرزنت یور نیم، نه مثلا میزنی نه. بعد ارزم بزرگتون جنسیتتون رو میزنید، مریتال استاتوستون رو میزنید که حالا سینگل هستید مرید هستید یا هر چیز دیگه. سینگل بودن بچه فقط واسه ازدواج و غیر ازدواج، اگه توی رل هستید اون شامل مرید نمیشه، فقط میزید سینگل، شما اون سینگل رو بزن، اگه ازدواج کردی که بحث شداست، اما اگه سینگلی سینگل تو بزن، اگه ازدواج نکردی میشه سینگل. بعد دیت اند پلیس آف برث تو میزنیم که مثلا اینجا آقا نمیدونم یه همچین تاریخ بزنیم مهم، حالا الان من میزنم شما دقیقش رو وارد کنم، مثلا 1995 سیتی، مثلا نمیدونم من خودم بیرجندی هم میزنم بیرجند، و استیت اند پراوینس مثلا ساوس خراسان. بعد حتی اینجا داز نات اپلای هم داره، کانتری ریژن هم که ایران هستش علیه السلام. کجاست؟ آره ایناش ایران، این هم میزنی و بعدش میزنی یا اول فرض. خب به صورت عجیب غریب من انداخت بیرون از سایت، حالا دوباره امتحانش میکنی، حالا بهترم شد دیگه، بریم اونجا ریتریو هم ببینیم. اینجا میزنی RX6R. خب ما الان اون کده رو داشتیم دیگه، ولی خب ریتریو میکنیم. آها اینجا
اینجا بچه باید اپلیکیشن آیدیتون رو وارد کنید، همون چیزی که بهتون نشون دادم، که بعد از اون که اپلیکیشن آیدیتون رو وارد میکنی یه سوال، همون سوال در واقع چیز از شما میپرسه، سوال سیکیوریتی از شما میپرسه. خب بچه، حالا اتفاق خوبی که اینجا افتاد میخواستم نشون تو بدم همین. مثلا ببینید، من الان دو صفحه اولو پر نکردم، افتاد بیرونه، کلا من انداخت بیرونه تو سایتش. خب بعد چه اتفاقی افتاد؟ حتی من الان اپلیکیشن آیدی رو وارد کردم، فامیلم رو مثلا وارد کردم، تاریخ سال تولدم و اون کد سکیوریتیز کوشنش هم اینجا نوشتم، ولی وقتی ریتریو رو میزنم ارور رو به من میده. پس دوباره باید اگه این اتفاق واسهتون افتاد اصلا نگران نباشه، دوباره میری داخل خود سایت و دوباره یه اپلیکیشن دیگه درست میکنیم و هم دیگه ببینیم چه جوری هستش. خب دوباره که میرین جلوتر، دوباره میزنین اون قسمت اینجا D160 آنلاین نان امیگرنت ویزا اپلیکیشن، میزنین داخلش، دوباره میرین قسمت ارمنیا. خب سرنیمم میزنیم براتی، گیون نیم که فرست نیمتونه اینو میزنیم حجت. من فکر کنم اول ویدیو دوتا رو برعکس دادم، سرنیم فامیلی نیمتونه، گیون نیم اسمتونه. این هم که دازنات اپلای زدیم، این هم نو. بعد دوی هفت تلکود، این هم نو. بعدش میای اینجا سیکس میل، مریتال استاتوس تمام سینگل، دیتتون هم مثلا میزنید اصلا نگاه اینجا دی دی ام ام یره. خب اینجا کلا برعکس، تو آمریکا معمولا همیشه ماه اول بر روز بعد سال، اینجا یکم برعکس، مثلا ده سپتامبر، اینم 1995 سیتی ویژن استیت پراوینس سوس خراسان، کانتری ریژن هم که ایران. اوکی حالا میزنیم بریم قسمت بعدی. آره حالا درست شد. خب حالا اینجا گفته که پرسونال اینفورمیشن کانتری ریژن اف اوریجین، در واقع همون ایران دوباره میزنیم. گفته آقا اصالتا کجایی هستی که میزنیم ایران. بعد do you hold any nationality other than the، گفته آقا هیچ نشنالیتی دیگه غیر از ایرانی داشتی یا نه؟ من نداشتم واقعا. اگر شما نشنالیتی دیگه داشتی یه سا میزنی، بعد واسه آپشن باز میشه میگه آقا انتخابش کن، ولی ما نو هستش. گفته آقا آیا پرمننت رزیدنت کشور دیگه غیر از ایران هستی؟ که بازم نوه دیگه، که شما فقط تو ایران زندگی کردی. بعد اینجا نشنال ایدنتیفیکیشن نامبر کد ملیتون هستش، مثلا میتونید بعضی موقع دازن اپلای هم بزنید. بعد این یو اس سوشال سکیوریتی نامبر شما نداری، سوشال سکیوریتی نامبر چیزی هست وقتی میای تو آمریکا بهت میده، اینا میزنی. بعد یو اس تکس پیر آی دی نامبر، اینم نداری. این دوتا چیزایی هستش که شما وقتی میای آمریکا بهت میده. خب این نشنال ایدنتیفیکیشن نامبر مثلا همون کد ملیتونه، کد ملیتون هر چی هست اینجا میزنی و میزنی مثلا next. حالا من میگم اینجا دادم does not apply، ولی شما next رو میزنی و بعد میره قسمت travel companions که حالا واسه ویزای F2 اینا هستش و بقیه آپشن ها. اما این دو صفحه اول رو حتما باید پر بکنید و بعد از این که پر میکنیدش دیگه نمیپره اون این اپلیکیشن آیدی که این قسمت بالا نوشته، دیگه نمیپره، این مختص شما هستش. و حالا میخوایم ببینیم آقا مثلا الان من اگر نمیدونم ساین اپ کنم، این سیور رو هم بزنید بچه ها، این سیور رو حتما بزنید این پایین که اطلاعاتتون نپره. سیو رو میزنید، بعد مثلا اگه بخواید دوباره اطلاعاتتون رو پر کنید، نکست و تراول رو میزنید تا آخر میرید. خب حالا من این اطلاعات کامل واسه دو صفحه اول پرسونال اینفورمیشن که خیلی مهم بود دادم، تو ویدیوهای بعدی میام و در مورد پر کردن بقیه قسمت ها به صورت کامل توضیح خواهم داد. خیلی ممنون کانال سابسکرایب میکنیم، امیدوارم این ویدیو مفید بوده باشه.